خب اینجا من از توی لایبرری این پارتیکل امیترز پایرو این اکسپلوژن رو انتخاب کردم و حالا اپلای رو میزنم یا میتونم درگش هم بکنم اگر شما الان این به امیشن رو پلی بکنید یه همچین تصویری میید اما اگر من الان بیام توی این قسمت امیترم و 3D رو روشن کنم بیایم یه دوربینم به تصویرم اضافه کنم. حالا اگر اکسپلوژن رو ببینیم خیلی جالب تره. همونطور که شما بینید پارتیکل الان 3D شده و با اضافه کردن یه دوربین به, تا... به کانواس که میتونه صحنه ما رو 3D بکنه و روشن کردن این باکس 3D شما میتونید پارتیکل هاتون رو تبدیل پارتیکل های 3D بکنید حالا اگر شما F7 رو بزنید میبینید که به جنگ یه دایره باشه اینجا الان امیتر ما یه کوره و اگر شما تکونش بدین در واقع یه کوره رو دارین تکون میدین این پارتیکل کاملا الان 3D و کاملا همونطور که شما میدید توی فضا حجم داره اگر من الان پلی رو بذارم شما این تاثیر رو میبینید حالا ممکنه شما بگین خب الان همین یه دونه فقط ممکنه 3D باشه اما من میام توی لایبری مثلا کرونا رو انتخاب میکنم حالا اگر بیام توی این لایه هم من بلند رو آف بکنم که یه مقدار جای بیشتری داشته باشیم برای مانور و بیام اینجا باز اگر 3D رو روشن بکنم اون چیزی که ببخشید من یه اشتباه عجیب انجام دادم به که اینجا روتیشنش رو درست کنم از اونجا داشتم تغییرش میدادم که مال خوده خب حالا ما اگه اینجا این یکی پارتیکل رو هم ببینیم همونطور که شما ببینید این هم کاملا 3D و کاملا توی فضای 3D داره امیت میشه پس شما با این کار هر کدوم از پارتیکل هاتون رو که خواستید میتونید تبدیل بکنید به پارتیکل 3D و ازش توی فضای 3D تون استفاده بکنید حالا مثلا من اینجا این دیزل فایر رو میتونم درگ بکنم به تصویرم یا اصلا میزنید درگ بکنم توی لیرم بیام توی اینسپکتور امیترم رو انتخاب بکنم و 3D حالا شما نگاه کنید کاملا این پارتیکل 3D هست و کاملا مشخصه که حجم داره